بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. با ویژه برنامه نمای نزدیک در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، اگر در دو سه هفته گذشته اخبار رو دنبال کرده باشید، ما سه زندانی اهل سنت، دو نفر از کردستان و یک نفر از بلوچستان رو در خبرها داشتیم که دست به اعتصاب غذا زدن. این زندانیان متاسفانه چون چاره‌ای نداشتن و راهی نداشتن برای رسیدن به خواسته های خودشون، خواسته هایی که حتی در قانون اساسی اومده و چیزی فراتر از قانون رو اینا نخواستن، متاسفانه نتونستن به این خواسته هاشون برسن و دست به اعتصاب قضا زدن. یکی از این زندانیان آقای فواد رضازاده بودن از کردستان که ایشون متاسفانه بعد از اینکه پزشکان به اعلام میکنن که پدرشون فوت میکنه و پدرشون هم فوت کردن، درخواست اینو داشتن که برای مراسم تشییع جنازه پیش خانواده‌اش باشن و درخواست مرخصی کرده بودن، درخواستی که غیر قانونی نیست و در قانون اساسی این قضیه قید شده که اگر کسی از افراد درجه ای که شخص زندانی فوت کنه میتونن بهش مرخصی بدن و به هر حال در مراسم تشییع جنازه شرکت کنه. اما مقامات جمهوری اسلامی ایران و زندانبانان ولایت فقیه این اجازه را ندادن که آقای فواد رضازاده به مراسم تشییع جنازه پدرشون برن و مجبور شدن دست به اعتصاب قضا بزنن. زندانی دوم آقای فواد یوسفی بودن. ایشون هم کرد هستن و 8 سال به ایشون حکم زندان داده بودن و 6 سالش رو سپری کردن، اما در طول این 6 سال ایشون هیچگاه به مرخصی نرفتن و متاسفانه بر اثر فشار زیادی که در داخل زندان به این زندانی کرد اهل سنت وارد شده، ایشون دچار مشکلات روانی شده بودن و چندین بار به گفته بستگان و نزدیکان آقای فواد یوسفی ایشون خودزنی کرده بودن، تا اینکه ایشون برای ادامه معالجهشون درخواست اینو کرده بودن از زندانبانان که به خارج از زندان منتقل بشن تا ادامه معالجهشون رو بدن، اما باز هم با مخالفت مواجه شد و آقای یوسفی هم چیزی فراتر از قانون نخواست، یعنی ماده‌ای که بگیم در قانون اساسی باشه، در قانون نظام جمهوری اسلامی باشه، نخواسته. ایشون مریض بودن و پزشکای داخل زندان هم تایید کرده بودن که برای ادامه معالجه حتما باید به خارج از زندان منتقل بشن، اما با این خواسته ایشون هم مخالفت کردن. آقای یوسفی هم دست به اعتصاب قضا زدن که هم آقای رضازاده و هم آقای یوسفی بعد از تقریبا نزدیک 3 هفته اعتصاب قضا با درخواست علمای اهل سنت، حاکم شرع مردمی کردستان کاک حسن امینی و جمعی از فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی، این دو زندانی کرد دست به اعتصاب قضای خودشون پایان دادن و به هر حال بحث ما اینه چرا باید شخصی خواسته قانونی داره در زندان جون خودش رو به خطر بندازه تا بتونه به این خواسته خودش برسه. این حرف ماست. زندانی بعدی ما جوانترین زندانی سیاسی بلوچ، یا بگیم جوانترین زندانی سیاسی ایران، آقای محمد صابر ملک رئیسی هستن. ایشون زمانی که بازداشت شدن نزدیک 15 سالشون بود و تقریبا 15 سالم حکم بهشون دادن و زمانی هم که به حال در بگیم اطلاعات سیستان و بلوچستان بودن و بعد منتقل شدن به زندان مرکزی زاهدان، باز ایشون رو برای اینکه فشار بیشتری به این زندانی اهل سنت بیارن، به این زندانی بلوچ بیارن، ایشون رو منتقل کردن به اردبیل. و به خاطر اینکه نامه هایی رو نوشته بودن به آقای روحانی و از ظلم هایی که در داخل زندان به ایشون شده گلایه داشتن، مسئولان و زندانبانان اردبیل متاسفانه ایشون رو شکنجه های خیلی وحشتناکی دادن در این هوای سرد که الان بهمن ماه و ایشون در دی ماه، به هر حال دی ماه هم جز ماهای سرد ساله، اونم در اردبیل لباساشو در آورده بودن و در حیات زندان در این هوای سرد ایشون رو با دست و پاشو بسته بودن به دیوار و ایشون رو شکنجه داده بودن. یعنی خواسته عجیب و غریبی هم نداشتن. ایشون نامه ای نوشته بودن و متاسفانه چون جواب این نامه ها رو ندادن و بعد از اینکه این همه بهشون فشار اومد، ایشون هم دست به اعتصاب قضا زدن. برای اینکه بیشتر با جریان این زندانی بلوچ آشنا بشیم، دعوت کردیم از برادرشون آقای عبیدالرحمن ملک رئیسی
که قبول زحمت فرمودن و انشالله جزئیات بیشتر رو از زبان ایشون میشنویم که برادرشون هستن و جزء بستگان درجه یکشون هستن. آقای ملک رئیسی عزیز، من سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی نور. خواهش میکنم. در خدمت شما هستم آقای کریمی. خواهش میکنم. آقای ملک رئیسی، اگه بیشتر خودتون رو برای بینندگان ما و شبکه جهانی نور معرفی کنید ممنون میشم. بله، من عبید الرحمن ملک رئیسی هستم، برادر محمد صابر، کوچکترین زندانی سیاسی ایران. خب، علت بازداشت برادرتون چی بود آقای ملک رئیسی؟ علت بازداشت محمد صابر در حقیقت عدم همکاری من بود با وزارت اطلاعات، که بعد از تهدیدها و فشاری که از سوی وزارت اطلاعات مجبور شدم کشور را ترک کنم. و بعد از این جریانا سه تا از تنها محمد صابر نبود، سه تا برادرم، یعنی عزیز الرحمن برادر بزرگترم و عتیق الرحمن که از صابر بزرگتر ولی از من کوچکتر و محمد صابر، این در یک روز از سوی وزارت اطلاعات دستگیر شدن. دو برادرم یعنی عتیق الرحمن عزیز الرحمن بعد از 4 ماه شکنجه، یعنی با میانجیگری ریش سفیدان و معتمدین بلوچ با قید وثیقه آزاد شدن، ولی تقریبا الان با گذشت 8 سال صابر هنوز یعنی نمیتونه بگیم زندان، یعنی گروگان وزارت اطلاعات هست که از این طریق بتانن خانواده هم تحت فشار قرار دن و یعنی من مجبور کنن که بازگردم به کشور. خب اتهامشون چی بود اینا؟ چه اتهامی داشتن؟ اتهام این برادر شما چی بود؟ اتهام محمد صابر، اتهام اولش این دو تا اتهام داره. بله. در حکمی که صادر شده، اتهام اولش اقدام علیه امنیت ملی که به 15 سال حبس و تبعید به اردبیل محکوم شده و 2 سال هم به علت عبور غیرقانونی از مرز، این مجموعاً 17 سال زندان. محمد صابر در زمان دستگیریشون کمتر از 17 سال سن داشتن. نمیدن نوجوانی که در این سن واقعا چه اقدام علیه امنیت ملی میتواند انجام بدهد یا برای امنیت ملی تهدیدی باشد. خب نحوه بازداشت حالا برادراتون چجوری بود؟ با توجه اینکه فرمودی 3 تا برادرتون رو دستگیر کردن، کجا اینا رو دستگیر کردن؟ با هم بودن؟ نحوه بازداشتشون چجوری بود؟ بله، نحوه بازداشتشون هم محمد صابر در بیمارستان، زمانی که در بیمارستان چابهار بالاصل برادر کوچکترم بود، بازار بشت ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدن، همزمان با برادر بزرگترم و عتیق الرحمن، برادر کوچک عزیز الرحمن عتیق الرحمن. بعد از اونم همون شب به وزارت اطلاعات این زاهدان منتقل میشن. خب تا حالا وکیلی چیزی براشون گرفتید که به هر حال حالا که شما خارج از کشور هستید، ولی خب خانواده وکیلی چیزی براشون گرفتن که از مجرای قانونی و از طریق قانونی پیگیر کاراشون بشه؟ نه، وکیل شما خودتون بهتر میدونید، وکیل در همچین اتهاماتی هیچ اقدامی برای موکلش نمیتونه انجام بده و وکیلی که هم خودشون انتخاب میکنن، وکیل تسخیری که انتخاب میکنن، بیشتر وکیل از یعنی از موکلش باید دفاع کنه، یعنی با قاضی و اتهاماتی قاضی قرائت میکنه، از همونا رو تایید میکنه و در حقیقت بیشترین تلاشش در راسته متهم کردن فرد محکوم هست. خب در خدمت شما هستم. خواهش میکنم آقای ملک رئیسی، الان ما تو خبرها داشتیم که برادر شما اعتصاب غذا کرده و اعتصاب غذاش الحمدلله پایان داد، ولی خب دوست داریم در مورد وضعیت فعلی برادرتون برای ما بگید، الان وضعیتش چجوریه و آخرین اخبار رو برای ما بگید، بفرمایید. ممنون. میخواستم یک وضعیت صابر مختصرا کامل از زمان بازداشت تا حال میخوام کمی توضیح و تشریح کنم. بله. محمد صابر 8 سال پیش که دستگیر شدن، تقریبا 2 سال تحت شدیدترین شکنجه در وزارت اطلاعات زاهدان همیشه تحت شکنجه بودن، شکنجه هایی که خودش نام برده این تخت معجزه و شکنجه های خطرناک تری که خودشون که زندانیان دیگری که اومدن ذکر میکنن، این تحت شدیدترین شکنجه قرار داشته بوده و به خاطر اینکه ازش اعتراف اجباری بگیرن. بعد از 2 سال که از این شکنجه ها خلاص شده، به حساب خودش گفته که منو بردن زندان مرکزی زاهدان، بعد از اونجا هم شروع تازه‌ای بوده برای اذیت و آزار و مسئولین زندان و زندانبان ها که میشه به دلایل و به بهانه مختلف همیشه اذیتشون میکردن.
و آخرین موردش هم همون شورش زندان مرکزی زاهدان بود که تقریبا 5 سال پیش، که هیچ ربطی به بند جوانان نداشت، که بندی که صابر و علی فجگول مهرالله اونجا بودن، که بعد از اون شورش علی فجگول و مهرالله و محمد صابر رو منتقل میکنن به قرنطینه و با تحدی اینی که تحدی اینا رو شکنجه میکنن که دست و اینی پای محمد صابر رو بینی و سرش میشکنه و اینو به همین حالت انتقالش میدن به زندان مرکزی اردبیل در تبعیدش. در زندان اردبیل هم همیشه در زندان طوری که میگن در زندان مرکزی اردبیل طوری بوده که همیشه تفریحی بنان تفریح اینا رو اذیت میکردن، یعنی که منتظر بهانه بودن ته یعنی که مراسم های مختلف، یه بهانه ای که هر بهانه ای که به وجود می آمده اینه که این زندانیان سیاسی اهل سنت همیشه اذیت و آزار می کردن. و یک بار محمد صابر رو رئیس زندان یک تقاضایی کرده بوده، تقاضایی که از رئیس زندان کرده بوده، رئیس زندان بخاطر این که تقاضای منصور بهانه بودن بله. اون بردن رو محوطه زندان با دست پای بسته طوری تحد مرگ، یعنی که اونو شکنجه کرده محمد صابر رو. و یک بار هم بغیر از مسئولین زندان و زندانمان ها یک بار زندانیان رو تحریک کرده بودن، زندانیان شیعه متعصب تحریک کرده، اینا کسانی هستن که اینی که در عراق و سوریه با ما دارن می جنگ، اینا داعشی هستن، اینا رو بردون در محوطه این زمین فوتبال دست اونا داده بودن، اینا رو طور شکنجه کرده بودن که دست پاشون از دست پا افتاده بودن. این مسائل همیشه بوده و آخرین موردش هم همین بود که محمد صابر توضیح داده بودن که اعتصاب غذا کرده بودن، اعتصاب غذاشون بخاطر همین اذیت و آزارها بوده و این موارد همیشه بوده و همیشه هست. مسئله صابر در حقیقت همان طور که گفتم گروگانگیری به صورت یک گروگان هست دستونا بخاطر من، یعنی که بخاطر فشار گذاشتن خانواده. این مسائل این یک روش و شیوه حکومت است که با فعالین سیاسی و با مخالفین نظام همیشه این کار میکنه. علی میایی جادگال یکی از فعالین سیاسی است که سلمان میایی برادرش دستگیر کردن در چابهار، در آخر اعدامش کردن به خاطر انتقام. علی ناروی برادر صدیق ناروی فعال سیاسی است، اونم تقریبا کارنامه شبیه همین کارنامه محمد صابر داشته بودن که همیشه تحت شکنجه و اذیت آزار بوده، که تا آخرین مواردی که در زندان ارومیه تهمین شکنجه ها که کشته میشن. این صابر نهایتش خودش میگه اگه سکوت نمی کردم با این شکنجه و اذیت و آزار آخرش یا کشته میشدم یا دوچار یک ضایعه یعنی جبران ناپذیر میشدم. در حقیقت صابر از اون با اعتصاب قضاش یک اعتراض کرده که یعنی بتوانه جلو این اذیت آزار های اینها رو بگیره. و بعد از این هم اعتصاب غذاشون مسئولینی که آمده بودن بهش قول وعده های داده بودن که مسائلشو پیگیری کنن. بعد از این هم صابر میگه که من فک اعتصاب کردم و اعتصابشو شکسته و تقریبا یکی دو روز باقی مانده که از وعده ها و مهلتی که داده بودن معلوم نیست به این وضعیتش رسیدگی میکنن یا نه. صابر تهدید کرده بوده که دوباره من اعتصاب غذا میکنم. این وضعیت صابر هست و این مختصرا گفتن این وضعیتش اینی که از این که به زبان بیاریم خیلی بدتر بوده، یعنی توضیح تشریحش مشکل است، اون مسائلی که اون زد و شکنجه هایی که با این سن کمش که برش پیش آمده یعنی غیر قابل تشریح و گفتن است. خیلی ممنون و متشکر آقای عبدالرحمن ملک رئیسی، برادر محمد صابر ملک رئیسی، جوانترین زندانی سیاسی ایران. خدایا رو نگهدارتون. تشکر میکنم از شما و از برنامه خوبتان. خواهش میکنم. خدای رو نگهدارتون. بله دوستای عزیز، همونطوری که آقای عبدالرحمن گفتن به خاطر شکنجه هایی که در زندان زاهدان و در زندان اردبیل نسبت به این زندانی اهل سنت، جوانترین زندانی سیاسی اهل سنت متاسفانه اعمال شده، ایشون مجبور شدن دست به اعتصاب غذا بزنن. و ما جزئیات خبر رو داریم که ایشون نامه‌ای به آقای روحانی نوشته بودن و از ظلم‌هایی که در داخل زندان به ایشون میشه، از تبعیض‌هایی که در داخل زندان به این زندانی اهل سنت میشه گلایه داشتن، اما جوابی که ایشون بر حال دریافت کرد چوب و چماق بود و این هربه رو متاسفانه الان
نظام ولایت فقیه داره به کار میبره به اسم داعش، زمانی بود در گذشته میومدن به اسم وهابیت، به اسم سلفیت جوانان اهل سنت رو بازداشت میکردن و به بگیم سلول های انفرادی میبردن و اونها رو وادار میکردن به اعترافات اجباری. اما بعد از اینکه موج توحید همه جا رو گرفت و موحدین زیادی رو ما حتی در داخل شیعه داشتیم، این حربشون دیگه کارایی خودش رو از دست داد و الان اومدن با یک حربه جدید این کار رو انجام میدن و اونم بهانه داعشه. همونطوری که در مورد آقای سلیمان پیروتی که ایشون هم زندانی اهل سنت کرد مهابادی بودن و منتقلش کرده بودن به بیمارستان، در داخل بیمارستان وقتی دست و پاشو به تخت بسته بودن، مأموری که مسئول حفاظت از این زندانی بود به مردم گفته بود که این یک داعشیه و متاسفانه مردم هم در کمال ناباوری اومده بودن و ایشون رو بر حال مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار دادن. این وظیفه علماست، وظیفه داعیان اهل سنته که مردم رو از این حربه جدید آگاه کنن که بر حال بیش از این ظلم به جامعه اهل سنت نشه. برای اینکه باز بیشتر با مسائل بلوچستان آشنا بشیم و نقض حقوق بشر در بلوچستان آشنا بشیم و همچنین باز در مورد آقای ملک‌رئیسی، محمد صابر ملک‌رئیسی بیشتر بدونیم، دعوت کردیم از فعال حقوق بشر بلوچ آقای مسعود رئیسی که قبول زحمت فرمودن ایشون و انشالله در ادامه تماسمونم فکر کنم باهاشون برقرار شده در خدمتشون خواهیم بود. آقای مسعود رئیسی سلام دارم خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون، خیلی متشکرم که این وقت رو به من دادید. خواهش میکنم. آقای رئیسی، الان وضعیت حقوق بشر در بلوچستان چطوره با توجه به اینکه بر حال یعنی نقض‌های حقوق بشر در ایران یعنی هر استان و هر شهر و هر جایی رو بریم مشهوده، اما خب در بعضی مناطق فکر کنم خیلی بیشتره و استان بلوچستان یکی از این استان هاست که بیشترین تبعیض‌هات رو عمدن ما شاهد اون هستیم. دوست دارم اگر گزارشی یا بر حال چیزی در مورد وضعیت حقوق بشر بلوچستان دارید بفرمایید. همونطور که میدونید بلوچستان یکی از محرومترین استانهای ایران هست و متاسفانه پای ثابت در مسائلی هست که بدترین ختم میشه، البته در بخش منفیش. مثلا بدترین مدارس رو ما در بلوچستان داریم، بیشترین بیقانونی ها در بلوچستان وجود داره، یا مثلا کمترین توسعه یافتگی رو میتونیم در بلوچستان شاهد باشیم و بسیاری از موارد دیگه که ممکنه اینجا مجالش نباشه که از همه اسم ببرم. در رابطه با وضعیت حقوق بشر و سوالی که پرسیدی، باید خدمت شما عرض کنم که سیاست هایی که حاکمان و دولت مردان ایران نسبت به مردم بلوچ و بلوچستان چه در زمان پهلوی و چه بعد از انقلاب دنبال کرده اند یکی بوده، کما اینکه آقای محمود خلعتبری وزیر امور خارجه و رئیس سازمان سنتو در دوران محمد رضا شاه پهلوی در مصاحبه با آقای هریسون نویسنده و خاورمیانه شناس معروف آمریکایی در کتاب ایشون تحت عنوان در سایه افغانستان ناسیونالیسم بلوچ و وسواس‌های شوروی میگه تصور ما در سنتو همیشه این بوده که بلوچ‌ها در فرصتی سعی خواهند کرد با کمک شوروی دولت مستقل خودشون رو ایجاد کنند، بنابراین تلاش ما این بوده که تا حد ممکن اونها رو از نظر سیاسی ضعیف، از نظر اقتصادی عقب افتاده و همچنین نامتحد نگه داریم. بنابراین سیاست هایی که الان ما از طرف حاکمیت در بلوچستان میبینیم کاملا در راستای همین موضع هستند، یعنی از یک طرف خود حاکمیت به ایجاد زیرساخت ها در بلوچستان توجه نمی کنه و از طرف دیگه اجازه رشد فکری با ایجاد جنگ
مذهبی و یا طایفه‌ای بین مردم رو نمیده. و مسئله مهم دیگر که من میتونم اینجا اشاره کنم اینه که بستر اینکه افراد تحصیل کرده و روشنفکر با همکاری و با همکاری و همفکری بتونن جلسات مداوم جهت بالا بردن سطح آگاهی از حقوق مردم رو داشته باشن وجود نداره. متأسفانه بنابراین با عدم وجود این آزادی ها سمت و سوی جامعه رو خود حاکمیت تعیین میکنه و هر جوری که خودش بخواد نو به هر سمتی که بخواد میبره. مثلا با توزیع سلاح بین مردم به بهانه اینکه نیروی بسیج هستید طایفه ها رو به جان هم انداخته و با سوء استفاده از یک سری افرادی که با دادن لقب هایی مثل مثلا سردار و یا سرطایفه تونسته افراد خیلی مهم و تاثیرگذاری رو افرادی که واقعا معتمد بودن مردمانی که افرادی که مردم بهشون احترام میذاشتن و اونا رو تونسته خیلی راحت حذف کنه از جامعه. آقای رئیسی بفرمایید. و میخواستم بگم که باز با وجود اینها خود حاکمیت در راستای برقراری امنیت هیچ کاری رو نکرده و فقط شاهد اینجور چیزا هست و این مسائلی که هر روز داره در بلوچستان اتفاق میفته. مثلا در اینجا میتونم به تیراندازی های نیروهای امنیتی و نظامی به سمت مردم و اتومبیلاشون اشاره کنم، تیراندازی هایی که هیچ ثابته و هدف خاصی نداره جز ایجاد و تشدید ناامنی و کشته شدن جوانان بلوچ. مثلا تقریبا هم یک ماه پیش 30 آذر بله یه جوان بلوچ در سراوان به زن این که گازوئیل داره حمل میکنه فقط به زن همین بهش تیراندازی کرده بودن و متاسفانه جان خودش رو از دست داده بود. و بعد مسئله عجیب اینه که ماموران امنیتی بعد اینکه به تیراندازی میکنن اون محل رو ترک میکنن. و یا همین مثلا تقریبا 10 روز پیش در پی شلیک به یه خودروی عبوری تو مسیر ایران شهر و سرباز دو نفر بر اثر همون تیراندازی ماشینشون آتیش میگیره و اونجا زنده زنده میسوزن. و جالب اینجاست که باز نیروهای امنیتی و نظامی که مثلا اونجا بودن به مردم که میخواستن بهشون کمک کنن به مصدوما اجازه ندادن برن حتی نزدیکشون. آقای رئیسی ببخشید چون وقت ما مقداری محدوده، من تمام مطالبی که شما فرمودید دقیقا درست است و یعنی فکر کنم برای همه مشخص شده که نقض حقوق بشر در ایران خاصتا در بلوچستان نسبت به همه جای دیگه بیشتره. خب من میخوام به این نکته برسیم، با توجه به این که خود حاکمیت به صورت تعمدی و عمدن نمیخواد در هیچ جای اطلاع رسانی بشه نسبت به نقض‌هایی که صورت میگیره، در بلوچستان فکر کنم این قضیه بسیار مشهورتره و روشنتره. مردم تو این زمینه آیا کمکاری نکردن؟ چرا ما این همه ظلمی که به بلوچا میشه متاسفانه صداش رو اونجوری که باید بشنویم نشنیدیم و شنیده نشده؟ مقصر کیه؟ ما قبول داریم که تبعیضا هست، ظلمها هست، تمام این چیزها رو قبول داریم، یعنی میبینیم روزانه که تیراندازی های بیزابطه، اعدام هایی که بعضن انتقام بوده، گروگانگیری هایی که مثل آقای محمد صابر ملک رئیسی که به خاطر برادرش ایشون رو زندان کردن و هزاران مورد، نمیگم ده ها مورد، نمیگم صد ها مورد، هزاران مورد ما این موارد رو در بلوچستان داریم. خب حالا میخوام به این نکته برسیم، چرا مردم این نقض‌ها رو سریع بر حال پخش نمی‌کنن، اطلاع رسانی نمی‌کنن؟ اینم دوست دارم نظر شما رو هم بدونم در این مورد. به نظر من یکی از دلایلی که موجب کمکاری این مسئله و اطلاع رسانیش در بلوچستان بوده ناآگاهی خود مردم هم میتونه باشه. البته باز نبود شرایط آموزشی صحیح به مردم از طرف دولت میتونه باز دلیل این ناآگاهی باشه.
بله، مثلا در بلوچستان و در مدارس و جای آموزشی نسبت به آموزش حقوق شهروندی هیچ آموزشی داده نمیشه، چون مدارس و کلاس های درس تنها مکانی هستن که مثلا میتونن به اینجور مسائل بپردازن و اینجور مسائل رو آموزش بدن. پس میشه گفت توجه نکردن نظام آموزشی کشور به این مسئله خود باعث ناآگاهی مردم بوده و هست. از طرف دیگه همونطور که عرض کردم، شرایط و بستر همفکری روشنفکران و تحصیل کردگان بلوچ در یک سطح وسیع و تاثیرگذار وجود نداره و باز فضای امنیتی که در بلوچستان به وجود آورده شده اجازه همچین حرکت هایی رو به افراد آگاه و مطلع که بخوان همچین حرکتی رو انجام بدن نمیده. این اجازه رو، یعنی این فضای امنیتی بهشون نمیده. ولی با وجود این مشکلات و همچنین نبود رسانه های مستقل، بازم چند سالی هست که خوشبختانه ما مردم بلوچ به بسیاری از این تبعیضات و نقض حقوقشون دارن واکنش نشان میدن و این جای بسی خوشحالیه که ما مردم بلوچ هم گام به جلو بگذاریم و خواستار حقوق داده نشده خودمون باشیم. بسیار عالی. آقای رئیسی، اگر از یک بازاری بپرسیم از دیدگاه خودش به ظلم هایی که بهش میشه میگه، اگر از یک مولوی بپرسیم همینجوری، از هر شخصی بپرسیم نسبت به ظلم ها و تبعیض هایی که در بلوچستان واقع میشه، بر حال گلایه های خودش رو میگه. شما به عنوان فعال حقوق بشر، بارزترین و عمده ترین تبعیضات حقوق بشر در بلوچستان رو چی میدونید؟ از نظر من ببینید، در هر جامعه مقوله آموزش یکی از مسائل بسیار مهمی است که باید بهش توجه کرد. الان مثلا با گذشت مثلا نزدیک به 40 سال از انقلاب ایران، دانش آموزان بلوچ هنوز هم در مدارس کفری و با حداقل امکانات دارن درس میخونن، حتی در بسیاری جا روی زمین میشینن. از لحاظ امکانات بلوچستان مثلا در کمترین سطح نگه داشته شده و در بسیاری موارد مثل همین آموزش، بیکاری، بهداشت و حتی استخدامی ها تبعیضات بالقوه علیه بلوچ ها وجود داره. مثلا من خودم شاهد بودم کسایی که مدرک دانشگاهی داشتن ولی به خاطر بیکاری به شغل های کاذبی مثل گازوئیل کشی روی آوردن که باز در این شغل پرخطر که چه جوانای بلوچی که به واسطه تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدن و یا در اثر واژگونی و یا تصادف اتومبیلاشون مثلا از دست رفتن و جانشون از دست دادن. اکثر شهرهای بلوچستان خب نماینده داره، نماینده مجلس داره، به هر حال داخل شهر شورای شهر هست که اکثرا باز بلوچ هستن. این نماینده ها تا حالا نتونستن، چون کشتن یک انسان، تیراندازی مستقیم، نمیدونم همین هفته قبل سقف یک مدرسه فرو ریخت، اینا چیزی نیست که به حال دیگه بشه اینا رو ماستمالی کرد و صداش رو در نیاورد. آیا نماینده های بلوچ در مجلس تا حالا این همه ظلمی که در بلوچستان و این همه تبعیضی که واقع میشه نتونستن به گوش مسئولین برسونن، یا رسوندن و جوابی دریافت نکردن؟ همونطور که میدونید، کسایی که میخوان به مجلس برن باید از یک سری فیلترهایی مثلا همین شورای نگهبان رد بشن. بنابراین افرادی هم که نماینده میشن باید دنبال روی سیاست ها و حرکاتی باشن که حاکمیت میخواد، و معمولا کسانی که به مجلس راه پیدا میکنن که مورد حمایت ارگانهایی مثل سپاه هستند، و این مسئله کار توسعه و پیشرفتی که باید به وجود بیاد و کار نماینده‌هایی که اونجا برن و از حقوق مردمشون دفاع کنند و بخوان از دولت ایران، اونو کند میکنه و مردم به خواسته ها و مطالبات خودشون نمیرسن. بالفرض اینکه هم نماینده‌ای به مجلس میره مردمی باشه،
یعنی وابسته به هیچ ارگانی مثل امین سپاه نباشه، به خاطر همون سیاست های نظام که در فقر و محرومیت نگه داشتن مناطقی مثل بلوچستان، کردستان و یا اهواز هست نمیتونه انجام بده. در بلوچستان این مسئله به وضوح دیده میشه، دیده شده و بسیاری از نمایندگان که واقعا مردمی بودن و میتونستن کاری از پیش ببرن در انتخابات بعدی رد صلاحیت شدن. در که اینو میخوام بگم که نمایندگان مجلس فقط نمادی از دموکراسی در نظام اسلامی هستند و عملا نمیتونن هیچ کاری جز دنبال روی خواستهای نظام انجام بدن و واقعا فقط نمادی از اون چیز هستند دموکراسی. بله. خب آقای رئیسی عزیز، چون وقتمون تقریبا رو به اتمام در این بخش، دوست دارم در مورد آقای محمد صابر ملک رئیسی هم اگر مطالبی دارید بفرمایید. وضعیتشون، وضعیت فعلیشون، البته برادرشون هم مطالبی رو فرمودن، ولی خب دوست دارم از زبان شما بشنوم وضعیتشون چجوریه و کارشون به کجا رسیده، با توجه به اینکه ایشون گفته بودن اگر به خواسته هاشون نرسن بعد از یک هفته دوباره اعتصاب غذاشون رو ادامه میدن. محمد صابر ملک رئیسی جوانترین زندانی سیاسی ایران هست. بله. او تقریبا مهر ماه 88 دستگیر شد و بعد از تقریبا 2 سال آزار و اذیت، شکنجه و بلا تکلیفی به 15 سال زندان و تبعید محکوم شد. در رابطه با زندانی شدن محمد صابر باید به دو مسئله بیشتر توجه کرد. اول گروگانگیری در جمهوری اسلامی و سپس تبعید. در واقع محمد صابر ملک رئیسی از طرف جمهوری اسلامی و حاکمان ایران به خاطر برادرش گروگان گرفته شده. نظام سرآغازش گروگانگیری بود، یعنی با گروگانگیری اومد رو کار. همچنان رو همین حرکت ضد انسانی خودش، ضد بشری خودش داره ادامه میده، وگرنه همه اون کسانی که محمد صابر رو از قبل میشناختن و از جمله خود من به خوبی میدونن که محمد صابر ملک رئیسی نه اهل سیاست بود و نه انادی با جمهوری اسلامی داشت. اگه به یاد داشته باشید مثلا در سال 92 تقریبا 3-4 سال قبل به دستور مقامات قضایی 16 نفر بلوچ رو از زندان زاهدان به دلیل درگیری که سر مرز شهرستان سراوان اتفاق افتاده بود بیرون آوردن و اعدام کردن. بنابراین بلوچ های زندانی اکثرا به گروگان گرفته شدن و چیز دیگه ای وجود نداره. بسیاری از جوان‌ها مثل جوانانی که در نصیرآباد مثلا دستگیر شدن و هنوزم بلا تکلیف هستند و اتفاق همین چند روز پیش با یک وثیقه خیلی سنگین که باز در نوع خودش واقعا میشه گفت یک رکورد میتونه باشه، گفته بودن که میتونن با 10 میلیارد تومان وثیقه‌اش رو اگه بذارن میتونن آزاد بشن. حاکمیت مسئله تبعید رو باز مسئله دومی که گفتم تبعید هست. تبعید که مثلا رو هم راهکاری برای تنبیه و فشار روی زندانی و خانوادهش میدونه. مثلا محمد صابر ملک رئیسی و زندانی بلوچ دیگری که اونجا هست، سخی ریگی و پانویز بلوچ که اونم اتفاقا سال 88 دستگیر شد، رو از جنوب شرق کشور به شمال غرب ایران فرستادن، یعنی طولانی ترین مسیر ممکنی که در ایران وجود داره. و موضوع دیگه ای که دیگه تبعیضاتی هستند که این خانواده ها در طول مسیر در ایستر بازرسی ها مواجه میشن.
چون از چهره هاشون مشخص هست، از مردم جنوب ایران بله هستند. حتی ماشینایی که با پلاک استان بلوچستان مثلا بخوان برن جای دیگه، در شهرستان های دیگه، استان های دیگه، بیشتر مورد بررسی و بازرسی و اینجور چیزها قرار می گیرن. در مورد محمد صابر ملک رئیسی و اعتصاب غذاش، ما در گروه حقوق بشر بلوچستان سعی کردیم با دوستانمون که همکاری واقعا خوبی داشتن با هشتگ محمد صابر رئیسی و تغییر عکس پروفایل ها و اینجور چیزا، چه در خارج از بلوچستان و چه در داخل بلوچستان، با او هم صدا بشیم که خوشبختانه الان با قول مساعد مسئولین قرار شده که به مطالبات این زندانی رسیدگی بشه. خیلی ممنون، امیدواریم متشکر آقای مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر بلوچ، که به هر حال در این برنامه مشارکت داشتید. خیلی ممنون خواهش از شما، میکنم. وقت متشکرم از وقتی که به من دادید. خواهش میکنم، خدایا رو نگهدارتون. بله متاسفانه همونطوری که همه شاهدیم و همه میدونیم، یعنی هر جایی از مناطق اهل سنت رو در نظر بگیریم، هر استانش رو نگاه کنیم، هر شهرستانش رو نگاه کنیم، تبعیض‌ها موج میزنه و این رو ما میتونیم با جرأت بگیم، خاص فقط شاید بگیم نسبت به اهل سنت نیست، اینو من بارها در برنامه ها گفتم، هر کسی مثل حاکمیت فکر نکنه، حتی اگه شیعه هم باشه، بر حال باید سر از زندان در بیاره، باید سر از تبعید در بیاره، یا اینکه اون رو اعدام میکنن و یا اینکه به شیوه اون رو حذف میکنن. این سیستمیه که نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سر کار اومدنش تا الان اونو پیش برده و براش هم فرق نمیکنه، حتی اگر اون شخص زمانی از سران نظام بوده باشه، حتی اگر اون شخص زمانی رئیس جمهور کشور هم بوده باشه، حتی اگر اون شخص جزء بگیم اعضای مصلحت نظام هم باشه، مادام اینکه فکرش تغییر کرد و مثل حاکمیت، مثل کسانی که ولایت فقیه رو قبول دارن فکر نکنه، باید حذف بشه، باید سرش زیر آب بره و باید خفه بشه. این چیزی نیست که به هر حال کسی ازش بیخبر باشه. مهمون بعدی ما آقای امجد حسین پناهی هستن، چون همونطوری که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، دو زندانی کرد هم به همراه آقای محمد صابر ملک رئیسی در اعتصاب قضا بودن. چرا باید اعتصاب غذا، یعنی تا این حد متاسفانه، حتی این باز میگم در مورد زندانیان اهل سنت نیست، خیلی از دیگر اندیشان، کسایی که باز مثل حاکمیت فکر نمی کنن، احتمال داره شیعه باشن، بهایی باشن یا مسیحی باشن، کسایی که در ایران هستن مجبورن برای رسیدن به خواسته هاشون دست به اعتصاب غذا بزنن. ما قبلا هم در مورد زندانیان اهل سنت، 4 فردی که متاسفانه اونا رو اعدام کردن، اگر یادتون باشه آقای حامد احمدی، کمال ملایی و جمشید و جهانگیر دهخانی، که این 4 جوان 75 روز اعتصاب قضا کردن و متاسفانه آخر سر هم اعدام شدن، اما فقط به خاطر اینکه بتونن به خواسته هاشون برسن، خواسته هایی هم که خودشون در قانون آوردن، مطالبی که خودشون در قانون آوردن. یعنی کسایی که الان در زندان هستن چیزی فراتر از قانون نخواستن، خواستن به مرخصی برن، اگر مریضی دارن اونا رو به بیمارستان خارج از زندان منتقل کنن، خواسته های اونا این بوده. آقای امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر، سلام دارم خدمتشون. خب تماسمون هنوز برقرار نشده. همونطوری که خدمتون عرض کردم، آقای فواد رئیسی و فواد رضازاده، دو زندانی اهل سنت کرد بودند که در هفته‌های گذشته دست به اعتصاب قضا زدند و با بر حال درخواست کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان، مولانا گرگیج و فعالان حقوق بشر و همچنین جمعی از کنشگران در داخل کردستان و ایران، به احترام حرف اونا اعتصاب قضای خودشون رو پایان دادن. تماسمون هم برقرار شد با آقای امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر. سلام دارم خدمت شما آقای حسین پناهی عزیز. ما و ممنونم از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتی. سلام دارم همه خدمت همه بینندگان و دوستان عزیز. خواهش میکنم آقای حسین پناهی، ما در هفته‌های گذشته به هر حال در مورد اعتصاب زندانیان در ایران و خاصتا زندانیان اهل سنت اخباری رو داشتیم که
آقای محمد صابر ملک رئیسی از بلوچستان و فواد یوسفی و فواد رضازاده از کردستان دست به اعتصاب غذا زدن، اونم به خاطر خواسته هایی که حتی در قانون اساسی اومده. آقای فواد یوسفی به خاطر بیماریشون خواستار این بودن که به خارج از زندان منتقل بشن برای ادامه معالجه. آقای فواد رضازاده پدرشون فوت کردن و خواستار این بودن که در مراسم کفن و دفن پدرشون حاضر باشن، اما مقامات ولایت فقیه، مقامات جمهوری اسلامی ایران این اجازه رو به این زندانیان ندادن. و کمان که در مورد دیگر زندانیان و دگراندیشان و کسایی که مثل حاکمیت فکر نمی کنن این تبعیض ها رو قائل هستیم. چرا زندانیان دست به اعتصاب غذا می زنن آقای حسین پناهی؟ همونطور که میدونید اعتصاب غذا یکی از یعنی راه‌های مبارزه و یا راه صنفی میتونم بگم ابتدایی ترین راه واسطه یه شخص میتونه در پیش بگره واسطه بیان خواسته هاش، بخصوص در ایران و واسطه زندانیان در ایران میتونم بگم تنها راه احتراز، یعنی در واقع میتونیم بگیم تنها راه احترازی هستش که زندانیان میتونن از این راه خواسته هاشون رو بیان کنن و یا احتراز کنن به مواردی که مورد نقد قرار گرفته در موردشون. متاسفانه در مورد زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بیشتر فکر میکنیم. همونطور که میدونید در سالهای اخیر و بخصوص 37 سال گذشته و یا حتی دوره قبل، یعنی این موارد تو ایران خیلی، تو زندانه ایران خیلی پیش اومده. بله. و یعنی احتساب خضا یکی از مواردی بوده که زندانیان، یعنی یک گزینه‌ای بوده که زندانیان در پیش گرفتن و از این را احتراز کردن یا مثلا خواسته هاشون رو بیان کردن. متاسفانه چارچوب قضایی ایران و سازمان زندان ها یعنی یک چارچوب غیر دموکراتیک و غیر اصولی هستش. یعنی مثلا سازمان زندان ها در ایران بخصوص سازمانی که یعنی با هیچ کدوم از مفاهیم حقوق بشری بین المللی سازگار نیستش و متاسفانه زندانیان به طور روزمره شاهد موارد نقض حقوق اولی خود هستند در زندان ها. و به خصوص مثلا اگر بگم بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی بگی بیشتر، حالا حتی مثلا سلسله به سلسله، اگر شما اشاره کردید به این سه دوستمون، اون دوست بلوچمون و دو تا دوست کردمون که سنی مذهبن به اتهام تبلیغ و ترویج مذهب اهل سنت به زندان افتادن به سالهای طولانی بدون هیچ حکم، بدون هیچ یعنی قضاوت عادلانه حکم خوردن و سالها تو زندانن. یعنی خیلی موارد مشابه داریم تو ایران و بخصوص تو زندانهای مرکز. فعالان سنی یا فعالان اتنیکی هستن که در زندان یعنی هیچی از نظر قانونی موارد یعنی حقوق اولیشون پایمال شده به عنوان یک زندان. از طرف مسئولین زندان دستگاه قضایی یا مسئولین وزارت اطلاعات همواره کارشکنی میشه که مرخصی برن ملاقات کنن و یا در مواردی مثل فواد یوسفی مثلا در ختم پدر، مراسم ختم پدر شرکت کنه. یعنی این یک حق اولیه است که از اینا سلب میشه. و متاسفانه میتونم بگم بنا به کارکردی که من این چند سال مثلا روی زندانیان داشتم، فعالیتی که تو این زمینه دارم، میتونم بگم محروم ترین و یعنی مورد نقص واقع شده مواردی که شامل شده زندانیان کرد، زندانیان بلوچ، زندانیان اتنیکی و زندانیان اهل سنت در ایران، یعنی میتونم بگم از قشری هستن که هم محرومه و هم از طرف پوزیسیون یعنی حکومت، دستگاه قضایی، سازمان زندان ها و ارگان های دولتی و هم از متاسفانه از نظر اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیون بخصوص مثلا سبز یا رسانه های مرکز همواره مورد تحریم و یا بی‌توجهی قرار گرفتن. به هر حال یعنی ببخشید هم آقای حسین پناهی منظورم این بود، یعنی احتساب غذا در ایران میتونم بگم همون یعنی تنها راهی است که یه زندانی میتونه خواسته هاشو بیان کنه. آقای حسین پناهی شما فرمودید احتساب غذا تنها راهه. خب ما در کنارش هم به هر حال حالا طبق قانون یک زندانی میتونه برای خودش یک وکیلی اختیار کنه و اگه توان مادیش هم نداشته باشه به هر حال وکیل تسخیری و اینایی که به هر حال در قانون اومده. آیا از طریق مسیر قانونی و اختیار یک وکیل نمیتونه به این خواستهاش برسه؟ جواب وکیل رو نمیدن، این وکیل این وسط نقشش چیه پس؟ این چرا یه واسه یه زندانی عادی، من اگر گفتم واسه زندانیان منظورم سیاسی یا اتنیکی یا عقیدتی بود. مثلا بخصوص به دو مورد اشاره کردن، اتنیکی و زندانیانی مثلا
زندانیان سیاسی، زندانیان که مثلا بلوچن، کردن، عربن یا مثلا چیزهای دیگر، و از علل خصوص زندانیان سنی مذهب در ایران. این یعنی این زندانیان میتونم بگم بنا به یعنی اصلا تاریخ 37 سال گذشته همواره از زندانیانی بودن که تنها راست خواستشون، یعنی تنها راهی که مونده واسهشون همون احتساب قضا بود، یعنی هر خواستشون با موانع یعنی با جواب منفی برخورد کرده. از طرف دیگه زندانیان اهل سنت بخصوص مثلا اگر پرونده هاشون رو مطالعه کرده باشید، زندگی نامه شون مثلا همین حالا اونایی که تو زندان، اونایی که چون چند سال اعدام شدن خودتون میدونید، هیچ کدوم همشون شامل پرونده های امنیتی میشن. بله. پرونده های امنیتی متاسفانه یعنی وکیل اختیاری نمیتونن بگیرن. و از طرف دیگه یعنی این زندانیان مشخصا اجازه حتی وکیل گرفتن هم نداشتن. از طرف دیگه از طرف مسئولین یا وزارت صلاحات به عمد و یا مثلا مورد آزار و اذیت، مورد شکنجه، مورد یعنی تحقیر و ظلم و ظلم قرار می گرفتن. واسه همین این زندانیان تنها تو این چند سال مثلا اگر ببینیم تنها رای واسه این زندانیان مونده بود که اعتراض کنن به خواسته هاشون، جواب نامه هاشون رو بدن، بذارن وکیل بگیرن، مرخصی یا هر چی، یعنی هر واسه کوچکترین خواسته که باید انجام می دادن یا مثلا درخواستی که باید به مسئول زندان، به هر ارگان دولتی، واسه این که به خواسته هاشون برسن احتساب قضا یکی از راهایی بوده که اینا مثلا تونستن از اون را مثلا به مبارزه کنن. اگر یادتون باشه 6 زندانی اهل سنت چند سال پیش احتساب قضا کردن، 75 روز احتساب قضا کردن، یعنی میتونم بگم بی سابقه بود. اگرم بدونید خواستشون دادگاهی تو یه دادگاه عادلانه با حضور وکیل و اجازه وکیل بود، یعنی بتونن یه وکیل اختیاری بگیرن، یه وکیل تسخیری و یا وکیلی که وزارت صلاحات، و این که مراجع قضایی بتونن به پرونده هاشون دسترسی پیدا کنن یا مراجع حقوق بشری بتونن ازشون دفاع کنن. آقای حسین بنایی مسئولیت و در دادگاهی بتونن از خودشون دفاع کنن، یعنی خواسته های ابتدایی زندانی بود که این از اینا سلب شده بود و متاسفانه همشون هم اعدام شدن بدون هیچ یعنی مثلا ادعای راستی و بدون هیچ یعنی حتی نوع اعدامشون. مثلا تو قانون زندان ها یه زندانی که اعدام میشه باید وکیل در وکیل خانواده و مثلا مراحلی رو طی کنن اجرای احکام، حتی در زمان اعدام مورد تبعیض واقع شدن. واسه همین میتونم بگم این زندانیا تو این سالها به این نتیجه رسیدن که اگر یک نامه کوچیک بفرستن واسه این که منتظر جواب نامه باشن باید احتساب کنن، باید جامعه بین المللی رو با خبر بیارن که بله ما هستیم. واسه همین متاسفانه یعنی این روش رو تنها واسه شون گذاشتن، یعنی ناچارشون کردن به این روش پناه ببرن. آقای حسین پناهی، وقت ما هم تقریبا رو به اتمامه، فقط به عنوان سوال پایانی خدمت شما عرض کنم، مسئولیت جانی این زندانیان اگر خدایی نکرده بر حال یکی از این زندانیان در زمان اعتصاب قضا فوت کرد یا مشکلی براش پیش اومد یا اینکه همونطوری که میبینیم خیلی هاشون متاسفانه مشکلاتی هم براشون پیش اومده، اگر مسئولیت جانی این زندانیان بر عهده کیه؟ سازمان زندان ها مشخصا و قوی قضایی، یعنی این اول همه پرونده ها رابطه به قوی قضایی پیدا میکنه و زندانی تحویل سازمان زندان ها، یه زندان که وابسته به سازمان زندان هست. مواردی هست مثلا مواردی سنفی یعنی رابطه به قوی قضایی نداره، رابطه به سازمان زندان ها پیدا میکنه، میتونن خواستش رو جابجا کنن یعنی اجرایی کنن. و یه مواردی هستش موارد پرونده که رابطه به قوی قضایی داره و این دو مورد و ولی متاسفانه تو موارد امنیتی منظورم این زندانیان سنت همواره وزارت اطلاعات نقش کلیدی رو داشته تو این وسط و میتونم بگم یعنی مشخصا نمیتونی در این مورد مثلا یه ارگان مشخص رو نام ببری، ولی یعنی نظام میتونم بگم مثلا حکومت ایران یعنی در درجه اول محصول امنیت جان این زندانیان هستش، قوی قضایی و ارگانهای زیر رفتش. ولی منظورم اینه تو زندان های مثلا زندان های ایران سنی مذهب ها و خیلی زندانی ها دیگه وزارت اطلاعات مشخصا پرونده رو به عهده داره و دخالت مستقیم میکنه، یعنی گاهن وزارت اطلاعات مانعه که مثلا سازمان زندان ها قوی قضایی ها ارگانی دیگه خواسته زندانی برآورده بشه. واسه همین به کل میتونم بگم دولت ایران یعنی حکومت ایران و جمهوری اسلامی مسئول امنیت و کل زندانیان رو به عهده داره. خیلی ممنون و متشکر آقای امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر.
خواهش میکنم، خدایا رو نگهدارتون. شب خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب دوستای عزیز، یکی دیگه از اتفاقاتی که متاسفانه توی این یکی دو روز گذشته افتاد، یک رکورد در ایران زده شد. بله، یک رکورد در ایران زده شد. اما همونطور که آقای مسعود رئیسی هم فعال حقوق بشر بلوچ هم اشاره کردن، متاسفانه در بلوچستان رکوردهای جورایی منفیه. بالاترین قرار وثیقه‌ای که در ایران تا حالا صادر شده به نظرتون چقدر بوده؟ 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، 1 میلیارد، 5 میلیارد بود که برای مولوی نقشبندی گذاشتن. 5 میلیارد تومان قرار وثیقه‌ای که سابقه نداشت، در ایران سابقه نداشت. اما این رکورد شکسته شد و باز در بلوچستان برای جوانان نصیرآباد. برای هر جوان نصیرآباد وزارت اطلاعات ولایت فقیه، نظام ولایت فقیه 10 میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده. باز هم گروگانگیری، باز هم یعنی تبعیض، باز هم ظلم. بعد از چندین سال شکنجه سلول انفرادی، اعترافات اجباری، اینم وضعیتی که میبینیم. تا مهمون بعدی ما آماده میشه، جناب مولوی محمد عمر سربازی فعال رسانه، بریم قسمت‌هایی از رنجنامه محمد صابر ملک رئیسی رو ببینیم، قسمت کوتاهیش رو میبینیم. انشالله میتونیم این رو در برنامه‌های بعدی پخش کنیم و در یوتیوب شبکه، در صفحه فیسبوک شبکه و در برنامه‌های روزمره میتونید این رو به حال ببینیم. قسمت کوتاهی از این رنجنامه رو میشنویم و باز برمیگردیم با مولوی محمد عمر سربازی فعال رسانه. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با احترام فراوان این جانب زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی، فرزند دادلی متولد 1 بهمن 1370 از ملت بلوچستان کشور ایران میباشم و هم اکنون در زندان مرکزی اربیل در تبعید به سر میبرم. این جانب در طی این چند روزی است این جانب در طی این چند روز دومی نامه ای است که به صورت فال صوتی برای شما سرکار خانم محترم آن مقام مسئول می فرستم. و نیز باید خاطر نشان کنم فرستادن این نامه ها یا فال های صوتی بدون ضوابط و گرفتاری برای من نیست، ولی وقتی به قول گفتنی کار با استخان برسه دیگه کار از این حرفا گذشته. من 8 ساله که سکوت کردم به این امید که فردایی بهتر داشته باشم، اما فردایی که منتظرش بودم نیامد که نیامد. و حال خودم برای درست کردن فردایی بهتر اقدام کردم و از دردی که سالهاست. بله دوستای عزیز، این صدای محمد صابر ملک رئیسی بود که به هر حال از رنجنامه خودش، از ظلمهایی که بهش شده، از زندان فرستاده، از زندان اردبیل، از تبعیدگاه اردبیل فرستاده. و انشالله در شبکه میتونید، در برنامه‌های مختلف میتونید این صدا را کامل بشنوید. در تلگرام شبکه انشالله قرار میدیم. خب بریم به موضوع جوانان نصیرآباد. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، رکورد باز شکسته شد، اولین بار توسط مولوی نقشبندی که 5 میلیارد بود و الان توسط جوانان نصیرآبادی 10 میلیارد برای هر نفر. سلام دارم خدمت شما، جناب مولوی محمد عمر سربازی فعال رسانه در خدمت شما هستیم. ما را از آخرین وضعیت جوانان نصیرآباد مطلع کنیم. با سلام خدمت شما استاد کریمی بزرگوار و همچنین بینندگان محترم شبکه جهانی نور، تشکر از این که این موضوع را انتخاب کردید. واقعا همانطور که شما فرمودید، نصیرآبادی ها الان رکورد شکن شدند. قبلشون هم مولانا نقشبندی هم رکورد 5 میلیاردی را شکست که هیچ یکی از زندانیان سیاسی قبل از مولوی نقشبندی ما ندیده بودیم که وثیقه‌ای به مبلغ 5 میلیارد تومان ازش درخواست کنند. و الان هم جوانان نصیرآباد 10 نفرشون کردن بازداشت هستند، هر یکی 10 میلیارد تومان باید وثیقه بذاره تا آزاد بشند. و همونطور که شما فرمودید، واقعا اینا رکورد شکن هستند. خدمت شما عرض کنم، بفرمایید. خدمت شما عرض کنم، دیروز تقریبا ظهر
البته متفرق، بعضی ها صبح آمدن پیششون و بعضی از جوانان ظهر، تا زمانی که در کمپین فعالین بلوچ خبر را تنظیم کرده بودین به 9 نفر از اینا گفته بودند که باید برای آزادی خودتون وثیقه 10 میلیارد تومانی بذارید، و بعدش هم نفر آخرشون یعنی ابوبکر ملازهی که قبلش نگفته بودند به اون هم گفتن و نامه دادند که شما باید وثیقه 10 میلیارد تومانی بذارید و بعد شما آزاد هستید. خب جناب مولوی، برای اینکه شاید بعضی از دوستان بر حال ندونن اصلا جوانان نصیر آبادی قضیهشون چیه و سر چی دستگیر شدن و اینا، اگه خیلی مختصر بفرمایید داستان این جوانان نصیر آبادی چی بود، اینا چیکار کردن که 10 میلیارد باید وثیقه بذارن تا آزاد بشن، جرمشون چی بوده این افراد؟ استاد کریمی عزیز، جرم اینها تنها و تنها بیگناهی هست، جز بیگناهی جرمی دیگه ندارن. من هم تو برنامه نشادم این برای اینکه افرادی بودن اجتماعی، افرادی بودن مذهبی، با علمای خودشون، با مدارس دینی خودشون رابطه داشتن، افرادی مذهبی بودن و الا سرشون تو لاک خودشون بود، کاری با کاری کسی نداشتن، تا اینکه دولت به اثر رژیم به فکر این افتاد که اینا باید بازداشت بدن. خودشون یک بازی سناریویی درست کرد در 14 دی ماه، قبل از 2 روز قبل از 14 دی ماه، یعنی 10 دی ماه، 2 نفر را در نصیرآباد ترور شدند که معلوم نیست کی ترور کرد، کسی مسئولیتشون را قبول نکرد. بعد از ترور اینها 4 روز بعدش یعنی 14 دی ماه، بامداد 14 نیروهای سپاه به خانه های مردم نصیرآباد یورش بردند و 33 نفر از جوانان نصیرآباد را بازداشت کردند که 10 نفرشون تا الان بازداشت هستند و رکورد شکن وثیقه‌ای که قبل از این از زندانیان سیاسی نخواسته بودند. واکنش خانواده ها چی بوده؟ خانواده ها یا فکر نمی کنم، یعنی با وضعیت اقتصادی که در بلوچستان حاکمه کسی بتونه این وثیقه رو تهیه کنه، خانواده های این زندانیان چی گفتن و واکنششون چی بوده؟ همه خانواده ها گفتند که ما نداریم و نمیتونیم وثیقه‌ای به این گرانی، به این سنگینی پرداخت کنیم. من تقاضا میکنم مسئولان قضایی که این وثیقه را گذاشتن حداقل برند خودشون نصیرآباد را از نزدیک ببینند، خانه های خود این بازداشت شدگان را ببینند، آیا میشه قیمتی گذاشت که 10 میلیارد بینا، یا به قول گفتنی این یک بهانه بنی اسرائیلی است که برای این که اینا را آزاد نکنند این بهانه را کردند. به گفته یکی از دوستان که همیشه میگفتیم بلا تکلیف هستن، 2 ساله بلا تکلیف شدن، تکلیفشون روشن نمیشه، الان میگه ما بابا تکلیفشون رو روشن کردیم، 10 میلیارد تومان وثیقه بذارن بعد برن، در حالی که خودشون هم میدونن که هیچ یکی از اینها، خصوصا 2 نفرشون که 2 برادر هستن، هر دو تایشون یتیم هستن و کسی دیگه ندارن، برادر دیگه ندارن، همین 2 برادر هستن، پدرشون قبلا فوت کرده، مادرشون بیوه هست، یعنی این از کجا بیاره؟ این حتی برای گرفتن وکیل که 15 میلیون نفری بود، برای وکیل این رفته از این و اون قرض گرفته و حتی وسایل خانه خودش را فروخته تا بتونه برای فرزندان خودش وکیل بگیره. حالا این خانواده مثلا، من زوم میکنم به این، همه شون یکی هستند، ولی این خانواده چطور میتونه 10 میلیارد تومان سند جور کنه و پیدا کنه وثیقه بذاره؟ جناب مولوی، علما، آیا علمای بلوچستان در این مورد فعلا به حال واکنشی نشون ندادن؟ آیا بیانیه‌ای به حال حرفی چیزی در این مورد نزدن؟ طوری که من شنیدم مردم نصیرآباد، امام جمعه نصیرآباد که فرزندشون هم جزو بازداشت شدگان است، برادرزادهشون هم جزو بازداشت شدگان است که در امین جزو این 10 نفر است، قرار است که برامن زاهدان و با مسئولین صحبت کنم، ولی چون این مسئله تازه دیروز بهشون ابلاغ شده که درخواست شده که وثیقه بذارید، تازه و هنوز واکنشی از طرف علما من ندیدم، اما فعالان بلوچ از هر جا با تعجب یعنی سوال میکنن مگه چه کار کردن اینها، چه جرمی کردن که باید 10 میلیارد وثیقه بذارن، اونهایی که اختلاس کردن، اونهایی که مال مردم را خوردن، حتی اونایی که من چی بگم استاد کریمی عزیز، اونایی که به نام حفظ، به نام قرآن، حفظ قرآن تجاوز کردن به بچه های مردم، اونا باید آزاد بگردن، اونا هیچ وثیقه‌ای برایشون لازم نیست، اما بیگناهانی که تنها گناهشون رابطه با دین و مذهبشون بود، اونا باید وثیقه 10 میلیاردی بذارن. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر از شما مولانا محمد عمر سربازی، فعال رسانه، که قبول زحمت فرمودید. خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم کریمیه بزرگوار. خواهش میکنم، خدایا رو نگهدارتون.
خدا نگهدارت. خب دوستای عزیز، وقت ما هم رو به اتمام، فقط من به عنوان نکته پایانی اینو خدمت شما عزیزان عرض کنم. وظیفه تک تک ماست، اهل سنت و کسایی که به هر حال در داخل ایران، در داخل جغرافیای ایران زندگی میکنن، هر جا، هر موقع، در هر موقعیتی که بودن، هر نوع نقض حقوق بشری رو اگر دیدن اون رو ثبت کنن، با گوشی تلفن همراهشون ثبت کنن و اون رو اطلاع رسانی کنن، چون ما نیاز داریم به اینکه اهل سنت خودشون آگاه بشن که چه ظلم‌های بهشون شده و از ابتدای انقلاب هم این ظلم‌ها بوده، نه اینکه بگیم در این یکی دو سال اخیر بوده، از ابتدای سر کار اومدن انقلاب ما با ترور علمای اهل سنت، با تبعید علمای اهل سنت، با زندانی شدن طولانی مدت علمای اهل سنت، با ناپدید شدن علمای اهل سنت که اونا را باز به قول معروف ترور کردن و یک جایی به هر حال خاک کردن، ما شاهد بودیم و در حال حاضر هم همون سیاست داره ادامه پیدا میکنه و اهل سنت باید بسیار هوشیار و آگاه باشن تا اینکه بتونن حقوق خودشون، چیزهایی که حداقل در قانونی که خودشون نوشتن، بهش برسن. تا برنامه دیگر در پناه الله متعال باشید. شب و روز خوش. خدایا رو نگهدارتون.